دائرة المعارف عرفانی جلد اول مجموعه مقالات مؤلف استاد علی اکبر خانجانی فصل سوم فلسفه ارتباطات خودشناسی ارتباطی صفحه 145 سرنوشت و روابط اجتماعی بخش عمده احکام دین خدا به مؤمنان درباره اصلاح روابط با دیگران است. سوره توبه که اساس و آغاز اخلاص در دین را شرح می‌دهد و سوره براءت از شرک است، تماماً درباره روابط اجتماعی است و روابط اجتماعی را ملاک نهایی حفظ دین و صداقت در ادعا می‌کند و حتی عزیزان و افراد درجه یک فامیل را هم از این تسویه مستثنا نمی‌کند و به مدعیان ایمان امر می‌کند که از روابط با کافران و مشرکان و منافقان دل بکنند و قطع رابطه کنند، حتی اگر عزیزترین کسان مثل والدین و همسر و فرزندان و برادران باشند. همه داعیان ایمان در این امر امتحان نهایی پس می دهند. انسان یک حیوان اجتماعی است و هرچه دارد از روابطش دارد. انسان منهای روابطش با دیگران مطلقاً قابل تصور و تعریف نیست و هیچ معنا و ماهیتی ندارد و اصلاً وجودی معنوی ندارد و حس وجود نمی کند. سرنوشت معلول رابطه است. انسان تا زمانی که به ایمان کامل و معرفت قلبی و اخلاص در دین نرسیده و با پروردگارش اتصالی قلبی مستقیم نیافته است، در رابطه با هر انسان مشرک و ریاکاری تحت تأثیر قرار می‌گیرد و ایمانش لکه‌دار می‌گردد و چه بسا از دست می‌رود. فقط اولیای خدا قادرند که در روابط با همه مردمان باشند و دچار شرک و نفاق و ابتلای نفسانی نشوند و ما بقیه مؤمنان بایستی از روابط با فاسقان بپرهیزند. توبه که آغاز دین و ایمان است، تماماً توبه از روابط نامشروع و مشارکت و معاشرت با کافران و تبهکاران است و سوره توبه به تمام و کمال از آغاز تا پایانش جز این پیامی ندارد.